تا حالا به این سنسورهایی که توی اغلب خونه های جدید، اداره ها و فضاهای عمومی نصب میشه دقت کردید؟ رفتیم به جمع جوانایی که در پارک علم و فناوری با همت و تلاش حالا دارن نمونه های بومی همین سنسورها رو تولید میکنن. گشتن در بازار و احصای نیاز اونها رو به سمت تولید سوق داد. تقریبا از صفر شروع کردیم و یه سری تجهیزاتی که داخل منزل داشتیم و وارد مرکز رشد کردیم. شروع کار از روزهای سخت بود. کار این گروه تولید سنسورهایی که میتونه حرارت، دود، ولتاژ و دمای بالا رو شناسایی کنه و به کاربر اطلاع بده و البته میتونه از بروز حوادث هم با این اطلاع جلوگیری کنه. پارامترهای مختلفی رو تونستیم بسنجیم، مثل دما، دود، رطوبت، از طریق بسترهای مختلف مخابراتی مثل جی پی آر اس و اس ام اس میتونیم اونا رو انتقال بدیم. 0 تا 100 دستگاهی که توی این مجموعه داره ساخت و تولید میشه، از 0 تا 100 طراحی و تولید به دست بچه‌های خود همین مجموعه و کاملا بومی است. حالا همین جوونا با دانش و تخصصشون تونستن گامی در مسیر رشد و اطلاع صنعت کشور بردارن. قیمت محصول ما نسبت به نمونه خارجیش کمتر از نصفه و کیفیتش هم خدا شکر تقریبا تو تمام نقاط کشور نصب شده و بازخوردی که از مشتری‌ها داشتیم کاملا راضی بودن و مشکلی نداشتیم. حالا اونها در شرایط تحریم که دیگه این ابزار وارد نمیشه، این سنسورها رو خودشون تولید میکنن، به همه شهرهای ایران میفرستن و جدای از این برای 50 نفرم به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده و صادرات خوبی هم دارن. کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و افغانستان کارها ارسال شد. آقای صابریان در سال 98 به عنوان کارآفرین نمونه استان انتخاب شده. شرکت های دانش بنیان در واقع روزنه‌ای در صنعت هستند. واحدهایی که اتکا به اونها میتونه باعث بی‌نیازی به خارج و رونق صنعت داخلی بشه. حامد داوودی، باشگاه خبرنگاران جوان، سمنان.